پس از سقوط جمهوریت و رویکار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، این نظام بیشترین تلاش را در عرصه‌های مختلف نظامی انجام داده است تا قدرت نظامی خودش را افزایش دهد، که بر اساس آخرین گزارش‌های موجود در خبرگزاری‌های معتبر دنیا، امارت اسلامی توانسته به صدها موشک پیشرفته دوربرد و کوتاه‌برد دست پیدا کند. فصیح‌الدین فطرت، فرمانده ارتش امارت اسلامی، گشت هواپیماهای بدون سرنشین پاکستان در ولایت کنر و در فضای افغانستان را محکوم کرده و افزوده است که شکی نیست که امارت اسلامی افغانستان قصد دارد به موشک‌های ضد هوایی دسترسی پیدا کند. فطرت در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که تمرکز اصلی وزارت دفاع امارت اسلامی ایمنسازی حرمی هوایی و مرزهای افغانستان در برابر احتمال حمله پاکستان به خاطر بند آب ولایت کنر است. کار این بند در حال آغاز می شود که پاکستان را به شدت خشمگین کرده است. این بند که به گفته سخنگوی وزارت آب و انرژی در آینده ظرفیت تولید 45 مگاوات برق را دارد و 34 هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که مدیریت آبهای داخلی افغانستان حق اساسی مردم افغانستان است و برای مدیریت آن نیاز به اجازه کسی ندارد. شماری از آگاهان با استقبال از اقدام وزارت آب و انرژی می گوید که ایجاد این بند در افغانستان نه تنها ارزش اقتصادی دارد، بلکه سبب افزایش باورمندی های منطقوی نیز خواهد شد. سعید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، گفت که بند کنر هم مثل بند قوشتیپه یک بند سیاسی اقتصادی است که علاوه بر این که ما را از لحاظ اقتصادی تقویت می کند، می تواند افغانستان را به سوی خودکفایی ببرد. این آگاه سیاسی می افزاید. بندهای ما وسیله فشار بسیار خوبی در مذاکرات سیاسی برای افغانستان است که می تواند قدرت افغانستان را در منطقه نشان دهد. از همین رو امارت اسلامی برای محافظت خاک کشور و جهت مقابله با تهدیدات همسایه قرارداد بزرگ تسلیحاتی را با هند امضا کرد که به زودی قرارداد این جنگ افزارها نهایی شده و این موشک ها وارد افغانستان می شود تا بتواند در آغاز جنگ با اسلام آباد از خاک کشور دفاع کند. این قرارداد توسط فصیح‌الدین فطرت با مقامات نظامی هندی عقد گردیده است. فصیح‌الدین فطرت، فرمانده ارتش، گفته است که این قرارداد به ارزش 1 میلیارد دلار عقد گردیده است که شامل صدها موشک ساریکا 15 و PCL می باشد. وای تصریح کرده است که موشک‌های ضد هوایی نیاز کشورهاست و همه کشورها به دنبال سلاح‌های توسعه یافته برای تضمین یکپارچگی قلمرو و حریم هوایی خود هستند، مسئله که افغانستان نیز با آن درگیر می‌باشد. این مقام ارشد امارت اسلامی افزوده است شکی نیست که افغانستان تمام تلاشش را می‌کند تا در آینده به تولید این موشک‌ها در داخل افغانستان آغاز کند و اضافه کرده است ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا راه حلی برای حفاظت از حریم هوایی خود پیدا کنیم و با استفاده از تمام توان خود روی آن کار خواهیم کرد. کشورهایی که حاضر شدند در تولید موشک با ما همکاری کنند محرمانه می باشد. رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی خاطر نشان کرده است که این دولت قصد دارد تا 1/3 نیروهایش را افزایش دهد و وزارت دفاع این گروه بیشترین بودجه را در سطح افغانستان دریافت کرده است. فطرت افزوده است که ما تمام تلاش خود را می کنیم تا راه حلی برای حفاظت از حریم هوایی خود پیدا کنیم و با استفاده از تمام توان خود روی آن کار خواهیم کرد. این در حالی است که رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی چندی پیش نیز از نقض حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا انتقاد کرده بود. از نظر شما امارت اسلامی افغانستان می تواند در آینده از حریم هوایی افغانستان دفاع کند؟